بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه مبحث فور، توی حلقه ها گفتیم که ما اگر تعداد تکرار حلقه هامون مشخص باشه در دستور فور استفاده میکنیم. میام یه دکمه اوکی من ترسیم میکنم و فرمم رو هم آتوریدرابش رو فعال میکنم که داده هام رو بتونم بازبینی کنم. میان تو قسمت اینجا، همونطور که جلسه قبل خدمتون گفتم، من اگر بنویسم فور آی مساوی مثلا 10 تا 99، بعد اینجا بنویسیم پرینت کن آی و نکست آی، این اعداد 10 تا 99 یعنی اعداد دو رقمی رو برای من چاپ میکنه. حالا من اگر بخوام از اعداد زوج رو برای من چاپ کنه، میام این قسمت میگم استپ 2، چون خاصیت اعداد زوج اینه که اگر اولین عدد زوج باشه، دو تا بهش اضافه کنیم، عدد بعدی هم که تولید میکنه قاعدتا زوج هست. پس از این میتونم استفاده کنم که اگر اجراش کنم و شما مشاهده کنید، ببینید اعداد زوج رو برای من از 10 تا 98 رو برای من ترسیم میکنه. ببینید تا 98 رو برای من ترسیم میکنه. اما من به جای خاصیت اعداد زوج میام از تعریف اعداد زوج استفاده، یعنی اینجا میام به کنتورم 1 1 اضافه میکنم، به جای اینکه بهش بگم 2 تا 2 تا بر بالا، از 1 1 مونتا هر عددی رو میام ببینم خاصیت عدد زوج داره یا نه. طبق تعریف گفتیم عددی زوج است که اگر بر 2 تقسیم کنیم باقی مانده چند بشه؟ 0 بشه. پس میام میگیم اگر عدد من آی تقسیم بر 2 بکنم باقی ماندهش مساوی 0 بشه. ببینید مود رو جلسات قبل گفتیم، یعنی باقی مانده، میگیم اگر عدد آی که شمارنده اون کنتور ما هست تقسیم بر 2 کنیم باقی مانده شد 0، بنابراین پرینت کن آی رو، پرینت کن آی. چون تو فقط درست بودن یه دستور داریم، اینجا من دیگه نمیام از اندیف و اینا استفاده کنم، زیر هم انجام بدم، مقابلش می نویسم. پس ببینید میاد 1 1 اعداد رو میشمره از 10 تا 99، 1 1 هر، بعد میاد اینجا ببینید آیا تقسیم بر 2 باقی مانده 0 میشه، اگر 0 شد چاپ میکنه. اینا ما بهش میگیم تعریف اعداد زوج. حالا من اگر این رو اجراش بکنم، میبینید که همون خاصیت که اونجا داشتیم اینجا هم داریم، یعنی خروجیش یکیه. پس ما هم میتونیم از اعداد زوج استفاده کنیم، هم از اعداد، از هم تعریفش، هم از خاصیت اعداد زوج استفاده کنیم. حالا ببینید به فرض مثال من این رو بیام بکنمش 1، حالا اعداد فرد رو برای من تولید میکنه. خب یعنی یه مبحث دیگه میخوام خدمتتون بگم. فرض کنید که به من سوال این شکلی میدن، میگن یه عدد بگیرید مجموع ارقام، مجموع اعداد طبیعی کوچکتر از اون رو برای من چاپ کنه. اینجا دو تا کار ما میتونیم بکنیم. اولا برای گرفتن من نیاز به یه تکست باکس دارم، اینجا تکست باکس رو من ترسیم میکنم، یه تکست باکس برای نمایش جواب، چون جواب اونم یک عدد هستش، میتونم از لیبل استفاده کنم، میتونم از تکست باکس استفاده کنم. پس من یه تکست باکس به اسم تکست 1 انتخاب کردم، یه لیبل به اسم لیبل 1 و دکمه رو دارم. حالا اول میخوایم عدد رو بگیره، x مساوی با ول تکست 1.txt. پس من اومدم گفتم که عدد درون تکست باکس رو بگیر، مقدار درون تکست باکس رو بگیر، از حالت متنی به حالت عددی تبدیلش کن و بذاریش داخل x. حالا طبق تعریفی که خودتون داشتید میدونید که مجموع ارقام اعداد 1 تا 1 عدد فرمولش این هستش که مثلا من میتونم بنویسم label 1.caption مساوی با، فرمولش این بود که عدد ضرب در عدد بعدی تقسیم بر 2. پس من میتونم بگم x، عددم x ضرب در
x به اضافه 1 که طبق تعریفی که قبلا بهتون گفتم چون ما میخواییم اول جمع انجام بشه بعد ضرب و تقسیم انجام بشه، بنابراین جمع رو داخل پرانتز میذاریم، تقسیم بر 2. این یه تعریف ما هست که درستم هست. من اگر بیام اجراش کنم و داخل تکست باکس هم بنویسم 10، قاعدتا اعداد 1 تا 10 میشه 55، باید جواب 55 رو به من بده. این یک مبحث کلی هستش. اما من به جای این که یک فرمول ثابت هست میخوام از روش مقداردهی استفاده کنم. خب ببینید، ما وقتی میخواییم جمع یک تعداد عدد رو حساب کنیم نیاز به یک قلک داریم. مثلا من اینجا قلکم رو میذارم اسمش رو سام، قلکم رو اسمش رو میذارم سام. هر قلکی که شما میخرید بار اول چند است توش؟ هیچی، یعنی مساویه با صفره. یا به عبارت دیگه میتونم بگم خونسای عمل جمع چنده؟ صفره. پس بنابراین من صفرش میکنم. مثل زمان است که شما خواهید برید پمپ بنزین بنزین بزنید. خب پمپ بنزین وقتی بنزین میزنید شما نازل رو که ور میدارید کنتور صفر میشه. چرا صفر میشه؟ به خاطر اینکه مقدار نفر قبلی تو کار شما تأثیر نداشته باشه. یا وقتی میرید شما به فرض مثال یک کنتور آب و برق و گازی رو میخرید، تازه میخرید، تازه اول کار باید قاعدتا صفر باشد. اگر هم کار کرده است اون اداره صفرش میکند و به شما میده. پس بنابراین من اینجا هر وقت صحبت از حاصل جمع یا مجموع هست، بنابراین نیاز به یک ظرف جمع دارم که باید مقدار اولیه چقدر باشه؟ صفر باشه. حالا میام توی حلقه میگم فور آی مساوی با 1 تا اون عدده. ببینید تا اون عدده، عدده اسمش چیه؟ ایکسه. چون یکی یکی هم اضافه میکنه من دیگه استپ رو نمی نویسم. پس بنابراین میام داخل این قسمت میگم سام مساوی با سام به اضافه آی. یعنی میگم که قلکم هرچی قبلا توش بوده یکی یه آی تا بهش اضافه کن و بنداز داخل قلک جدیدم. یعنی مقدار جدید میشه مقدار قبلی قلکم به اضافه مقداری که میخوام بریزم داخلش میشه مقدار جدید. خب این next i. شما فرض کنید که مثلا یک کار شما میخواید انجام بدید به این شکل هست. مثلا به شما میگن من یه قلک بهت میدن، روز اول یه تومن بریز روش، روز دوم 2 تومن، روز سوم 3 تومن، روز چهارم 4 تومن، روز پنجم 5 تومن، تا ببینیم روز دهم چقدر داخلش داری. خب وقتی روز اول میریزید که قبلا 0 بوده روز اول میشه 1 تومن. روز بعدی که میریزید قلکتون قبلا 1 تومن داخلش بوده، 2 تومن هم شما میریزید جمع میشه 3 تومن. روز سوم 3 تومن داخلش بود، 3 تومن هم شما میریزید میشه 6 تومن. روز چهارم 6 تومن داخلش بود، 4 تومن هم شما می‌ریزید میشه 10 تومن تا الی آخر که روز دهم باید قاعدتا شما داشته باشید. پس اینجا من next i میذارم، یعنی میگم برو روز بعدی یا مقدار بعدی. آخر بار میخوام قلکم رو بشکنم، قلکم رو بشکنم یعنی مقدارشو نشون بده. label 1.caption مساوی با قلکم سام. ببینید دقیقاً اینجا الان این رو انجام میده. من اگر نوشتم 10 اوکیش که بکنم همون 55 رو برای من نشون میده. اگر اینجا نوشتم به فرض مثال 100 قاعدتا میشه چند؟ 50 50، یعنی 5050. این رو اوکی که من بزنم ببینید 50 50 رو به من نشون میده. ببینید این رو ما بهش میگیم حلقه. این قسمت این حلقه هستش، این مقدار نهاییشه تا x میره و داخل این قسمت هم شما نگاه کنید آی تا میره جلو. اما نکته دیگه که میخوام خدمتتون بگم این هستش که زمانی از این حلقه من خارج میشه که این x مقدار آی بزرگتر از x بشه. الان نگاه کنید، من اگر بهش بگم پرینت کن آی رو، یعنی کنتور رو نشون بده ببینم چقدر شد که تو اومدی بیرون، الان اجراش کنم. ببینید من اگر بهش بدم 10 یا
11 شده است که اومده است بیرون، یعنی به مقدار استپ اضافه شده. ببینید این 11 شده است که اومده است، یعنی مقدار شمارنده اون زمانی از حلقه خارج میشه که بیشتر از مقدار نهایی باشه، اگر افزایشی باشه، اگر کاهشی هم باشه یعنی از مقدار نهاییمون چیز بوده کمتر شده. خب این یه تعریف. اما یه بحث دیگه تو الگوریتم فلوچارت داشتیم به اسم فاکتوریل. فاکتوریل رو بهتون گفتیم حاصل ضرب اعداد طبیعی کوچکتر یا مساوی خود عدد. پس بنابراین مثلا 6 فاکتوریل یعنی 1 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در 5 ضرب در 6. پس ما اینجا چون از ضرب استفاده میکنیم دوستان، باید 1 ضرب ضرب در نظر بگیریم. مثلا من اسمش رو میذارم مول، منتها خنثای عمل ضرب چیه؟ چه عددیه که اگر در عدد دیگه ضرب کنیم تأثیری نداره؟ 1. پس اینجا من نمیتونم 0 بدم، چون 0 ضرب در هر عددی میشه 0، عملا کاری انجام ندادم. باید یه مقداری رو تعریف کنم که خنثای اون عمل هم هست. پس میگم تا 1. بعد از i مساوی 1 تا خود عدد، اینجا به جای اینکه جمع کنه میام میگم ضربش کن، میگم مول مساوی با مول ضرب در i. و آخر بار این پرینت هم که دیگه نکته شو خدمتتون گفتم حذفش کنم، آخر بار باید مولم رو، مقدار مولم رو داخل این قسمت قرار بدم. ببینید حالا من که اجراش بکنم داخل این بخش، الان مثلا 6 فاکتوریل میشه چقدر؟ 720. اینجا که روش کلیک کنم ببینید عدد 720 رو به راحتی به من نشون میده، درست شد؟ داخل این بخش. نکته دیگه که بگم، همونطور که بهتون گفتم و خودتونم میدونید، عمل ضرب خاصیت چی داره؟ جا به جایی. چه شما بگید از 1 تا 6، چه بگید از 6 تا 1. حالا من میخوام عکس این رو هم ببینیم. اینجا به جایی که بگم از 1 شروع کن، میگم از x شروع کن تا 1. اما اینجا دیگه حلقم کاهشیه، چون کاهشیه باید حتما زیر کنم. اینجا میگم استپ منهایی، یعنی یکی یکی ازش کم کن. حالا دوباره اجرا بکنم ببینید توی نتیجه کار من تأثیری نداره، یعنی 6 فاکتوریل اما 720 میشه. اما اگر اینجا نیم نوشتم استپ یک رو، استپ منهایی یک رو نمی نوشتم، طبق تعریفی که گفتیم این باید چون استپ اون مقدارش عددش مثبته، باید مقدار اولی از مقدار نهایی کوچکتر باشه، ولی اینجا نیست، چون نیست عملا نباید کار بده، یعنی آخر بار باید مولو برای من 1 چاپ کنه. الان من اجراش کنم ببینید به چه نحوی هستش. اینجا بهش میدم 6 فاکتوریل، ببینید خود 1 رو برای من چاپ کنه. بدم 1000 فاکتوریل، باز عدد چی رو به من نشون میده؟ 1 رو. یعنی اینجا عملا این حلقه فور اصلا انجام نمیشه، این قسمت اصلا، چون حلقه ما افزایشیه ولی مقدار اولیه کوچکتر از مقدار نهایی نیستش. پس بنابراین اینو دقت کنید، اینجا باید کلمه استپ منهای 1 رو شما حتما بنویسید. خب میام سراغ مبحث بعدی. باز یه مثال دیگه خدمتتون بدم. فرض کنید که من میخوام مثلا یه عدد بهش بدم، مقسوم و الیهای عدد اون رو برای من چاپ کنه. خب وقتی ما میخوایم یه عدد بهش بدیم، این رو اول من یه تغییراتی رو این قسمت بدم، این تکست باکس رو میارم این ورتر که اعداد رو میخوام اینجا بنویسم، لیبلم فعلا نیاز ندارم، میام داخل این قسمت. خب ببینید مثلا من میخوام فرض کنید که مقسوم الیهای عدد 10 رو چاپ کنه. خب میام اعداد 1 تا 10 رو، 10 رو بر اعداد 1 تا 10 تقسیم میکنم، اگر خارج قسمت باقی ماندهشون شد 0 یعنی مقسوم الیهش هست، اگر نشد 0 مقسوم الیه نیست. پس من نیاز به یک کنتور دارم. اول بگم x مساوی با ولی text 1.text. دوستان اینم بگم، اگر شما طبق روال قبل که خدمتون گفتم اگر دات تکس هم ننویسید، چون دات تکس خاصیت پیش‌فرض تکس باکسه، فرقی نمی‌کنه چه اینجا شما تکست 1 دات تکس بنویسید چه تکست 1 رو بنویسید،
چون مقدار پیش‌فرض یا خاصیت پیش‌فرض تکست فات تکسته، ما چه بنویسیم چه ننویسیم خودش تکست در نظر میاد. خب حالا ما اومدم مقدار تکست فاکس رو گذاشتم و عدد تبدیل کردم گذاشتم تو x، حالا میام یه حلقه تعریف میکنم، میگم for مثلا i مساوی از یک تا خود عدد، ببینید از یک تا خود عدد، میگم اگر عدد من که x هست مودش تقسیم بکنم بر i که دارم میشمرم، این اگر مساوی صفر شد یعنی خارج قسمتش هست، یعنی مقسوم الیهش هست. خب اگر مقسوم الیهش بود چاپش کن، پرینت کن آی رو، و اگر نبود بر سراغ عدد بعدی. نگاه کنید الان چه جالب هستش، اینجا با چهار خط دستور من هر عددی که به این بدم مقسوم الیهش رو به من میده. مثلا من به این میدم 10، مقسوم الیهش رو الان اوکی بکنم 1, 2, 5, 10، بهش بدم مثلا 20، اوکی رو که بزنم ببینید اعداد 1 تا 20. اما نکته که اینجا میخوام بگم، ببینید وقتی من اوکی میکنم، ببینید مقدارهای قبلی هست به نوعی من رو سرگردون میکنه که کدوم ها جواب هست، یعنی جواب قبلی رو داره جواب فعلی رو برای من داره. بنابراین من یک کار انجام میدم تو قسمت کد نویسیم، قبل از اینکه بگم دستوری برای من انجام بده، میام بهش میگم فرم 1.cls. ببینید ما یه متد داریم دوستان، یه خاصیت، این مثلا تکست 1.text این خاصیت بود چون مقدار بهش میداد، مثلا میگفتیم تکست 1.text مساوی با علی، تکست 1.text مساوی با رضا فلان، باید مقدار بهش میدادیم. ولی متد دیگه مقدار دهی نداره. در لازم رنگی هم نگاه کنید ببینید رنگ آیکون کنارش، شکل آیکون کنارش متفاوته. این الان ببینید من میگم که اول فرم یک رو CLS مخفف کلیر اسکرین هست، کلیر اسکرین یعنی صفحه رو، فرم رو برای من پاک کن، میگم فرم رو پاک کن، وقتی که پاک کردی این کار رو انجام بده. حالا که من اجرا میکنم ببینید من بهش میدم 12، اوکی که میزنم فرم رو پاک میکنه و 1 تا 12 یا مقسوم الیه رو برای من چاپ میکنه. حالا اگر به این بهش دادم مثلا 235، ببینید دوباره فرم رو برای من پاک میکنه و مقسوم الیه های عدد 235 رو به من نشون میده. خب دوستان اگر اینجا از یک و خود عدد رو به من نشون میده، میدونید که یکی از خواص اعداد اینه هر عددی حداقل خودش و یک مقسوم الیهش است، درسته یا نه؟ هر عددی یک و خودش مقسوم الیهش حداقل است، یعنی اینو ما میدونیم جزء یه چیز کلی هستش. پس بنابراین یک و خود عدد رو اگر ننویسه طوری نیست. برای اینکه روال کمتر بشه من میام اینجا میگم از 2 شروع کن، چون یک رو که خودمون بلدیم، از 2 شروع کن و اینجا به جنگ تا خودش برد. میدونید هر عددی مثلا 12 آخر مقسوم الیهش چقدره؟ چنده؟ 6ه، درسته؟ 10 آخر مقسوم الیهش 5ه، 20 آخر مقسوم الیهش 10 هست، یعنی چه؟ چرا ارتباطی داره؟ نصفشه، درست؟ پس من به جنگ که بگم تا تهشو برو، میگم تا نصفشو برو. ببینید کار نصفه میشه، سرعت کامپیوتر میره بالا، میگم عدد رو تقسیم بر 2 کن تا نصفش برو. حالا اجرا بکنم ببینید مثلا 12 رو که من بدم دیگه خود 1 و 12 رو به من نشون نمیده، 2, 3, 4, 6 رو به من نشون میده. ببینید شما با کوچکترین تغییری میتونید دستوراتتون رو تعدادش رو به حداقل برسونید. یا یه نکته دیگه خدمتتون بگم، یه مبحث دیگه ای گفتیم چه عددی اول است؟ یعنی تعداد مقسوم الیه چند تا باشه؟ 2 تا باشه، درست؟ خب یک و خودش که میدونیم همه عدده هست، پس من اینجا اگر بیام تو این بشمرم چند تا مقسوم الیه داره و تعداد مقسوم الیه 0 تا باشه، یعنی هست دیگه، درسته؟ اوله، اگر بیش از 0 باشه اول نیست. پس من اینجا برای شمردنم نیاز به یک کنتور دارم.
کنتور رو بار اول میگم صفر، درست؟ بعد میام میگم از دو تا خود عدد برو، اگر مقسوم له بود به جای اینکه مقسوم له رو چاپ کنه میگم یکی به کنتور هم اضافه کن، یعنی سی مساوی با سی به اضافه یک. ببینید یک کنتور دارم، بعد میام از دو شروع میکنم تا نصفه خودش، میام یکی یکی ببینم آیا مقسوم له به وجود میاد. اگر مقسوم له پیدا کردم یکی به کنتور اضافه میکنم. آخر بار اینجا میام میگم اگر میخوام ببینم اگر تعداد مقسوم له که سی تا بود، مقدار سی بود، متغیر سی بود، صفر بود، بنابراین خب چاپ کن تو کوتیشن می نویسم اوکی، یعنی بله اوله. خب ببینید چون پیام میخوام بنویسم تو کوتیشن می نویسم else، یعنی در غیر این صورت. خب عددی اگر اول نبود خب اول نیست دیگه، اینجا می نویسیم اول نیست، مثلا تو کوتیشن می نویسیم نو اوکی مثلا نیستش. و یا تو از جلسه قبل گفتیم که هر ایفی یه اندیف هم داره به شرطی که زیر هم نوشته باشیم. اگر یادتون باشه اینجا ببینید من ایف استفاده کردم ولی چون مقابلش نوشتم یه دستور داره دونم در صورت صحیح بودن، اینجا اندیف نمیخواد چون مقابلش نوشتم. ولی اگر زیرش بنویسم دستورا و قاعدتا الیسا اینا هم داشته باشه اندیف هم میخواد. حالا اجراش که من بکنم ببینید، مثلا شما یه عدد چیز اول بگید، چه عددی اوله؟ مثلا یه عدد اول مثلا هفت اوله، ببینید میگید اوکی. مثلا دوازه اول نیست، اینجا میگید نو اوکی. درست شد یا نشد؟ حالا یه بحث دیگه هم میتونم انجام بدم، میتونستم از جمعش استفاده کنم، از جمع مقسوم له. وقتی مقسوم له نداشته باشه جمع مقسوم لهش میشه چند؟ صفر دیگه، وقتی نداشته باشه صفر. یه تعریف دیگه داریم، عدد تام یا کامل. چه عددی کامله؟ تام یا کامل؟ اینو جلسه بعد برید توی مطالبتون ببینید چه عددی رو بهش میگم، عدد تام یا عدد کامل.